سبب میشه که به همه نمیتونن اعتماد کنن. وقتی نتونستن به همه اعتماد کنن، نمیتونن جنبش کنن. آیا شدنی است که جامعه که در این وضعیت مبارزه کنه با این دروغ؟ و اگر شدنی است چگونه می شود با این دروغ مبارزه کرد؟ یک مسئله بسیار، سوال بسیار مهمی است و راه حل می خواد. خب ما می دونیم که این رژیم دروغ میگه، روزمره دروغ میگه. آقای خامنه ای میاد میگه 40 میلیون آدم آمدن پای صندوق رای دادن، اعتماد کردن، اظهار اعتماد کردن به رژیم، و سران فتنه از بازیچه قدرت خارجی شدن و خواستن که این اثر این حضور 40 میلیون پای صندوق ها رو زایل کنند. خب میدونه دروغ میگه و میگه. آقای احمدی نژاد روزمره دروغ میگه، جوری که گفت اینقدر دروغ میگه که اون تو مجلس کسی گفت آقا این آدم بخواد دروغایی را رو ایشون رو حساب کنه روزانه، از حساب از دستش میره بیرون. خب جامعه هم که در اون چه با مقابله با دستگاه اداری و اون عوامل سرکوب رژیمه که دروغ میگه به اونا، راست میگه که میگه راستی بگم به درم در میارم. بین خود مردم هم از باب این که نکنه این درس کنه یه وقت مصیبت درست بشه، باید این مهم راست نمیگن. این در واقع یک سرطانی شده، این دروغ افتاده به جامعه. این همه چک برگشتی تو بازار سرم شده که اونایی هم که با هم معامله میکنن اعتماد نمیکنن به هم. این که یه جامعه رشد نمیکنه، سرمایه ها در اون جامعه به کار نمیفته، تا پول جمع میشه میره به خارج، بی دلیل نیست. این دلیل روشن است که اعتماد نمی کنه کسی به دیگری. خب راه حل داره؟ بله راه حل داره. در اون چی که به سازمان ها و آدم های سیاسی مربوط می شود، اینها می باید که بپذیرم دروغ گفتن رو کنار بگذارم، به مردم راست بگم. آقای اصلاح طلب، خانم اصلاح طلب، شما وقتی میگی قانون اساسی بدون تنازل، یا وقتی این فکرهای جمعی جبار رو میسازی که اگر مردم جنبش کنن ایران میشه افغانستان، چاره جز انتخاب میانه بد و بدتر نیست و بعد از این نوعها، واقعا اینها رو از روی باور میگی؟ اگر اینطور، خوب استدلال بذار کنارش، توضیح بده چجوری مثلا اگر قانون اساسی بدون تنازل اجرا می شود بشود وضع مردم خوب می شود. چجوری ممکنه مثلا این قانون اساسی در اونچه که به حقوق مردم مربوط می شود اجرا بگردد و جامعه احساس کنه آزاد شده، انسان ایرانی احساس کنه حقوقمند شده؟ این توضیح بده. چجوریه که شما الان از دوره آقای خاتمی هی میگویی اصلاح طلبی؟ نه معلوم اصلاح طلبی چه تعریف داره،
و نه معلومه به این که به چه دلیل این روش درسته. خب شما میگفتی انقلاب یعنی خشونت، هرچه بلا سر ایران آمده از خشونت، از این انقلاب آمده. آقا راست نمیگفتی و این دروغ نتیجهش این حالتیست که جامعه ایرانی پیدا کرده. الان در تونس انقلاب شده، خشونت مردم به کار میبرن؟ نه، اون 120 هزار مأمور آقای بن علی به کار میبرن. خوشبختانه ارتش اونجا انسانهای با شرفی بودن، حاضر نشدن بر روی مردم اسلحه بکشن. پشت این 120 هزار رو خالی کردن، حتی دستگیرم کردن اینا رو در حال آتش زدن و نمیدونم قاطعات و غارت و اینا. خب شما جنایت رو ملتاری ها کرده، بسیاری از خود شما ها شرکت داشتید در این وضعیت. خب راستش به مردم بگو. واقعا آقای تاج بخش رو بله تاج زاده که آمد و اون شجاعانه انتقاد از خود کرد، همه بکنن. یک جایی میباید اعتماد ایجاد بکنند، از یک جایی باید شروع بشه. اینجا هم جای سیاسی است. اینا آدم های سیاسی باید به مردم راست حرف بزنن. اگر نمیتونه راستش به مردم بگه، سکوت کنه بهتر از این است که دروغ بگه. آیدن صد توی این فرایند دروغ گفتن که از بریدن از واقعیت شروع میشه، کم کم این نوع آدم ها به طور کلی از واقعیت ها بریده نمیشن؟ یعنی کم کم این دروغ هایی که میگن باورشون نمیشه؟ چرا اینطور میشه؟ در اونچه که مثلا به امثال آقای خامنه ای و احمدی نژاد این تیپا مربوط می شود، اینا زندانی اون دنیای مجازی می شود. خیال می کنم واقعیت اون است که به اونها گزارش می شود. اونها به کلی واقعیت رو نمی بینن، نمی تونن ببینن. در اونجه مردم عادی مربوط می شه. شما نگاه کنید همین جنبش تونس رو، اون روزهای اول غالبا هموطنهای ما سوالشون این بود ها چی شده، کدوم قدرت میخواد اینجا رو باز به هم بزنه وضعیت رو، چی پشت این ماجراست. بله، از این فکر که یک جامعه هم میتوانه به تنگ بیاد از یک استبدادی و بر بخیزه، برای مردمی که خودشون هم این کار کردن. الان بعد از 30 سال هنوز ما باید بشینیم بگیم که گوادروپ بله دقیقا بوده. این انقلاب ایران در گوادلوپ تکلیف رژیم معین شده. نه دقیقا چند روز پیش که دوستان من همینو میگفت. بله، خب این به لحاظ این که تنها به لحاظ این نیست که اشخاص که باید راستش به مردم میگفتن دروغش گفتن، به لحاظ اون جامعه هم هست که اعتیاد به دروغ ارتباط با واقعیت رو ناممکن میکنه. دنیای آدم، هر آدمی میکنه دنیای مجازی. در دنیای مجازی با توجه به اینکه اصالت میده به قدرت، نقش خدایی میده به قدرت، پس ما هایتی که بگه که این آدم که نمیتونه این کار بکنه، از قدرت کرده تو ذهن اونم، مثل قدرت هم یه چیزیست که وجود داره، نه یه چیزی که از روابط اشخاص با هم پدید میاد، نه یه وجود مستقلی براش قائل میشه. میگه آقا این قدرت های دنیا این کار کردن، در گوادلوپ نشستن تکلیف رژیم معین کردن. به لحاظ اعتیاد به این دنیای مجازی، یا اینکه ایرانی ها خب تا جنبش ملی کردن، نه بعد از اون هم اعتقادشون این بود که دنیا رو عرض کنم به شما انگلیس ها میچرخونن. چند روز پیش که این تلفن کردم که
این اسناد مال انگلستان رو گفتن انتشار پیدا کرده، یک مددی رو تو گفتن تو گزارش ها بود که من خیلی خندیدم و به اون تلفن کننده گفتم خنده من از این بابه که این تو ایران میگفتن انتلیجنس سرویس، رفتیم که انتلیجنس سرویس یعنی که این یک سازمان است که پشه مثلا در فلان دهکوره ایرانی وز بکنه، اینا به لندن گزارش میکنن، این همه جا حضور دارن، همه چیزم میبینن. و مثلا در اون گزارش این بوده که سخنرانی های بنی صدر رو سلامتیان تهیه میکرده. بله و هم آقای سلامتیان میتونه، هم من میدونم که دروغ است. من در عمرم عادت نداشتم تا امروز که کسی برای من سخنرانی تهیه کنه، اصلا ناممکنم میدونم این مسئله رو. یه وقت از سخنرانی های پروتوکول است و تشریفاتی که این رؤسای دولت ها میکنن. خوشبختانه من هیچ فرصتی این که از این گونه سخنرانی ها بکنم پیدا نکردم. یه وقت سخنرانی ها چیزهای این است که میخواهم یه فکری رو به جامعه پیشنهاد عرضه بکنم، اونم که نمیشه دیگری بنویسه برای من. و حالا این انتلیجنس سرویس که از این امر ساده اطلاع نداشته، اونم از آدمی مثل من که در این دنیا خیال نمی کنم خیلی همانند داشته باشم از زیادت مصاحبه کردن به سوالها پاسخ دادن و سخنرانی کردن و نوشتن. این انتلیجنس سرویس ندونه این رو که این خیلی باید منگ باشه. این سازمان اطلاعاتی انگلستان از نمونه همین چیزا در مورد سیا هم زیاد دیدیم، از گزارش هایی که سیا انتشار اماری سیا انتشار پیدا کرد، چون میداد که اینا خیلی سطحی به صلاح هستند و اون عمقی رو که ایرانی ها فکر میکنن ندارن. اما اون آدمی که در دنیای مجازی خود رو زندانی میکنه خیال میکنه او چه قولای عظیمی هن اینا. آقای سدین، اواخر من کتاب آخرین کتاب آقای وودورد در رابطه با جنگ، اسمش از جنگ اوباما و فرایند تصمیم گیری حکومت آقای اوباما راجع به افغانستان رو مطالعه میکردم. واقعا فکر میکنم همین که فرمودین از اون کتاب هاییست که ایرانی ها باید همه بخونن ببینن که ما چه قول عظیمی از این قدرت ساختیم در باور خودمون. بله که واقعیت هم ندارد. بله که اصلا نداره. بله اصلا نداره، مطلقا واقعیت نداره. بله خب این آقای بوش نخست وزیر رئیس جمهور امریکا با اون سیاستاش و حرفاش اصلا یه آدم عادی هم نیست، یعنی نبود. نه اصلا این کتاب که عرض میکنم توضیح میده اینا مثلا 9 ماه طول کشید برای اینکه اطلاعات نداشتن در افغانستان، راجع به افغانستان حکومت دولت آمریکا اطلاعات کافی نداشت. 9 ماه طول کشید که حکومت آقای اوباما بتونه تصمیم بگیره و هنوزم نه با اطلاعات کافی. که چه سیاست اونجا داره می جنگه. بله بله، بعد از 9 سال در اون مملکت بودن و جنگیدن و مملکت رو کنترل کردن، هنوزم نمیدونستن که واقعا در افغانستان چه میگذرن و 9 ماه طول کشید تصمیم بگیرن، اونم به طور موقت آزمایشی، که چه کار باید در اون مملکت بکنه. بله حالا این به اصطلاح چون راه حل این مبارزه با دروغ مهمه، در گفتگو آینده باز ما به این مسئله برمیگردیم. فعلا اون چی که مربوط به آدم های سیاسی اینها باید که یه تصمیم قطعی بگیرن که به ما مردم راست حرف بزنن، برای اینکه این اعتماد برگرده. خود مردم هم خصوص جوان ها اگر سعی بکنن با رابطه با واقعیت رو مستقیم کنن،
از قول این گفت و اون گفت و اون چنین گفت و اون چنان نگفت، نه برم ببینم آقا این واقعیت خودش چیست. با اون رابطه رو مستقیم که کردن، اون اولا ذهنیت که متناسب است با رابطه برقرار کردن از راه قدرت رو از دست میدن، آزاد میشه ذهنشون، بی‌نیاز میشون از دروغ. ثانیاً اینکه دروغ رو زود تشخیص میدن. حالا این توضیح میخواد انشاءالله در گفتگو آینده و به این راه حل به تفصیل میپردازم، برای اینکه هرگاه ما موفق بشویم یک قشت سیاسی داشته باشیم از مردان و زنانی که راست میگوین و یک جامعه جوان داشته باشیم که این واقعیت رو میکوشد با واقعیت رابطه مستقیم برقرار کنه، بی نیاز بشود از دروغ، تحول قطعی میشود، زود میشود و به مهمترین مانع از سر راه جنبش مردم ایران برداشته میشود. امیدوارم که به این سلام مهم توانا بگردیم انشاءالله. همیشه خیلی سپاسگزارم دوباره از وقتی که به ما دادین. اگر شما صحبت دیگه ای ندارین بیشتر از این مزاحم شما نشیم. روز بر شما و شنوندگان شما خوش و اوقات بر شما خیر باد. تا گفتگو آینده شما رو به خدای بزرگ میسپارم. شنوندگان عزیز، به سخنان آقای بنی‌صدر توجه می‌فرمودید. صدای ما را رادیوی ملی آزادگان میشنوید. در این بخش برنامه با شما بدرود میگیم و براتون بهترین ها را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.